سینا تو میتونی اولین مشتری فروشگاه این چنت ما باشی؟ سینا با هلمت دایموندی. درود. هر کسا سلام. ایلان ماسک متا کرافت وارد صحنه شد. جیزس فکینگ کرایست. اولین نون بازوی من در متا کرافت. دو تا دایموند. او مای گاد. از همون خرید کردن. این تازه اول راهه. بچه ها گفتن یکم گرون نذاشتی؟ عوضش کنیم. آره یکم احساس میکنم یکم گرونه. چی داری میگه؟ اون دوستی که از من خرید کرده از این بنده حقیر ازش تشکر میکنم. کیه؟ خودش رو معرفی کنه. میخوام براش کد تخفیف بدم از این به بعد. بیزنس. ازشم عذرخواهی میکنم که میخوام قیمت‌ها رو ارزون کنم. داخل پرانتز همونطور که میبینید در سیستم ضبطمون هم یه سری تغییرات برگریزونی اعمال کردم. الان تصویر منو با وبکم داریم ولی دیگه نچسبیده به خود گیم و میتونم حرکات آکروباتیک بزنم روش. میتونم خودمو پهن کنم، میتونم خودمو جمع کنم و دیگه نگران تموم شدن شارژ دوربین نیستم. میتونم با خیال راحت 10 ساعت یک کله پلی بدم و نه فقط ماینکرافت، هر گیم دیگه ای رو. اینم بچه ها زدن اسپیناس پالاس الله اکبر. کامنت ها دیدم بچه ها اشاره کردن بهش، دیگه گفتم منم نشونتون بدم. اسپویل نشده داستان وقتی شما میدونید قاعدتا. الان برم میکنن از سرور. این بیلد مخفی بوده که فقط یک نفر میدونسته که اونم عدل اومده کامنت گذاشته تو ویدیوی من. بالاخره ببینم میتونم یه بار این حرکت رو انجام بدم در حضور همگان. او مای گاد. پشت پارت 2. من اگه جای موجانگ بودم یه آپدیت میدادم بتونی پر بکنی از اینا بدون اینکه بکشیشون. چی ببینم برمیدارم. یکم دیگه بریم جلوتر سرمو تا گردن میکنم تو صد آشغالهای متاکرافت و شغل شریف بازیافتی رو هم میتونم گردن بگیرم در سرور. من خیلی به این فکر میکنم که دوستان عزیزی که حرکات بازیافتی میزنن در سطح شهر از یک جمعیت فوق‌العاده زیادی از میلیون‌ها انسان دیگه که در ایران دارن کار میکنن شغل مفیدتری دارن اکچولی. ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خیلی‌های دیگه با رانت، خیلی‌های دیگه با دل دزدی پول در میارن، خیلی‌های دیگه هم شغلشون یه جوریه که بود و نبودشون انصافا آنچنان فرقی نمیکنه. یعنی میبینی طرف، حالا اسم نمیارم، شغل خاصی رو به زبون نمیارم، ولی میبینی طرف تو اون محل کارش نشسته و شاید در طول هفته بیشتر از 4-5 ساعت کار مفید نکنه. 4-5 ساعتی که هر کس دیگه میتونه بیاد اون کار انجام بده. ولی کسایی که تو کار بازیافتن یه پول خیلی زیادی، یک مبلغ قابل توجهی رو برمیگردونن به چرخه اقتصاد و زنده میکنن. حالا با اینکه اونم اکثرش میره تو جیب یک سری افرادی که مافیای این قضیه ان، ولی اصلا میخوام چنل گیم یار رو تبدیل کنم به یک چنل بیزنس و ریال استیت و تریدینگ. اینجا خطر اسپویل داره، جایی که من دارم رد میشم به شدت هم خطر اسپویل داره. صدا ویلجر داره میاد. یا ابوالفضل، نمیدونم اینجا بیس کیه ولی هر کی که هست یکی از ویلجرها زامبی شده. زامبی شد و مرد. در ضمن اینکه با بچهای دیگه بتونیم حرکت بزنیم دور هم مستلزم اینه که یکم توی تنهایی خودم برنامه‌هایی که دارم و نت خودم رید برنامه‌هایی که دارم و به سرانجام برسونم. بعد میریم با بچه‌ها میشینیم پای معامله هستن. به هر حال وقتی حاج سینا بتونه مقادیر مورد نظر از مواد و متریالی که میخواد رو به دست بیاره با تلاش و کوشش و کار مضاعف، بیزینسش به حدی گسترده میشه که از حالت تک فروشی در میاد و میریم به سمت عمده فروشی، هول سیل. و اونجاست که باید با بچه ها بشینم پای معامله، مخصوصا بچه‌ای که بیلد دارن. اگه مواد و متریال بخوان از من، اگه فارم این اسکویدارم بشه درست کرد خیلی چیز جوابی میشه، چون رنگی که اینا دراپ میکنن، یه چیزی که اینا دراپ میکنن و در نهایت میشه باش رنگ ساخت، خیلی پرکاربرده به نظرم. اینورم بامبو داریم ولی خونه یه کسیه. یه کار غیر قانونی میخوام بکنم، نمیدونم اینجا خونه کیه ولی میام این بامبو رو میکنم و بعد میکارم همینجا در میاد دیگه. عزیزم اینجا چیکار میکنی؟ بیا اینجا ببینم. نکنه بیمار شدم، نکنه وسواس فکری این کارمای کندن اون بامبوه بود که داشت من میگرفت. واقعا هر جا پشم میبینم باید برم و باید بکنم پشم رو. تا بیچشم روی تو نکنه این پته کسی دیگه است. شاید پته یکی دیگه از بچه هاست که اهلی نمیشه. بذار دونه هندونه بهش بدیم. اهلی شو دیگه چاقال. اگه پته یکی دیگه ای که غلط کردی اصلا اینا رو خوردی. اعصاب ندارم من. بیا این بامبوی دوستمونم در اومد دیگه، کارماش منو نمیگیره. مزرعه هاشونو. همه چیز از اینجا شروع شد. یه زمانی اینو میگم و میگم اوه، در ضمن اینوری نگاه کردم اشتباهی، باید به این ور نگاه کنم، به این ور. چه خبره عشقای من؟ هیچ چیز در نیومده چون بالا سرش نبودم. این ور. I'm here to tell you right now. We don't care. آیا بامبو همینطوری در میومد هر جا که میکاشتیش؟ امتحان میکنیم. در اومد. به شخصه فکر میکنم برای به دست آوردن پشمی که همینطوری اینا رو تکثیر کنیم و با قیچی پشمو بکنیم به طور دستی، روش سریعتری میتونه باشه. خب حالا یکم بریم سمت چپ. اینجا رو تبدیل کنم به فارم گاو، هم غذای زیادی ازش به دست میاریم، هم چرم که میتونم دوباره چرمم بفروشم. کلا میخوام هر چیزی که میشه فروخت بفروشم. من این سری هدف دارم. بی‌ناموس دلقک، مگه تو روزا حمله میکردی؟ اکی تا حالا الان بزرگترین دغدغه و مسئله من مندینگه. در اسرع وقت باید یه کره اولاق، آقا کره اولاق چیزی هم پیدا کنم چست بذارم روش که با خرمون آیتما رو حمل و نقل کنیم. شالکر باکس هم ایده خوبیه ولی خیلی زمان میبره فکر کنم تا به شالکر باکس برسیم. برم اندر دراگون رو بزنم. البته اندر دراگون رو که زدن دوستان، تا حالا اصلا تو متاکرافت تو اند نرفتم ولی فکر کنم که بتونیم بدون شکست دادن اندر دراگون بریم به اند سیتی و اینجور داستانا. این سنگارم میتونم بفروشم، شاید یه کسی به دردش خورد توی بیلدش. اسکویدز هد داریم. من اومدم جیب خودم پر کنم، من اومدم اول فکر خودم باشم، ارضا کنم اون حس درونی قدرت طلبیمو. خیلی دوست دارم اون بالا هم یه دونه فارم نیشکر داشته باشیم. شاید اصلا نیشکرای این پایینو جمع کنم که فارممون همه یه تیکه باشه و اون بالا، چون اصلا اینا رشد نمیکنه وقتی کسی کنارش نیست. میگن باید حرکت کنی و در مسیر ایده ها به تو الهام میشه. مهمترین چیز حرکت کردنه. بلند شای جایی که هستی تغییر. دوستی هم که پت اینطوری و این رنگی داشته، پتت اینجاست کنار بیس منو در این مقتصات. اگه میبینیم ویدیو رو این بنده خود اینجا منتظرته. بزنیم تو فاز پارتای بعدی چوبمون. قاری هم بیخ خر بزرگ و کوچک رو میخوام بگیرم عصیان کنم. این پایین هست که آره اوایل داستان خیلی شاید کند و حوصله سربر باشه، مخصوصا برای من چون شما ویدیو ادیت شده رو میبینید قاعدتا. خب دیگه از این به بعد مشکل غذا نداریم با قاطعیت میتونم اینو بگم. این دوستمون که از ماتریکس خارج شده به طرز معنادار اینجا داره میچرخه، همچنان با یه طعنه خاصی نگاه میکنه به دوستانی که توی ماتریکسن. یه محوطه‌ای با این ابعاد رو هم میخوام اختصاص بدم به فارم مرغ. میخوام فارمامو یکم بزرگتر از حالتی که همیشه درست میکنم تو دنیا آفلاین درست کنم که خیلی شلوغ پلوغ رو مخ نباشه همه چیز. تو اینجا جیگر هی هی. خیلی دوست دارم یه بار برم در یک فارم و مزرعه واقعی ببینم که آیا و اینجور اصوات واقعا کار میکنه یا نه، یعنی حیوانات رو شرطی میکنن به این صوت ها یا نه. تئوری من که آره، چون شرطی سازی خیلی چیز سمیه. طبق آزمایش پاولوف، پاولوف یه بابایی بود که قبل از این که غذا بده به سگ‌ها زنگوله رو تکون میداد و سگ‌ها اینو فهمیده بودن. بعد یه مدت طولانی که این کار تکرار کرد زنگوله خالی رو به صدا در می آورد، حتی غذا هم بهشون نمیداد. ولی اندازه‌گیری کردید بزاق ترشح میکنن این سگا شدید، یعنی سگا فهمیده بودن که زنگوله مساوی است با غذا، به عبارتی شرطی شده بودن. و تئوری منم اینه که گوسفندا میگن کش کش کش، بعد یه چک میخوابونن، حالا چک کنم مثلا با چوب میزنن در باسن گوسفنده و گوسفنده بعد یه مدت اینو میفهمه که صدای کیش 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 مساوی است با یه چوب در باسنش و باید حرکت کنه. و فکر کنم بعد این مدتی با صدای کیش 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 خالی گوسفنده حرکت میزنه. خوش اومدید به کانال گیم یار. میخوام کامل ترین فارم متاکرافت رو درست کنم. از هر جاندار یکی نر و یکی ماده بیاورم و یک کشتی هم درست کنم. تکثیر شید. اینجا رو هم با بیل دایموندیمون خلوت کنم. کامل ترین فارم متاکرافت چی میخواد؟ باید انواع و اقسام چوب ها رو بیارم. آکاسیا داریم، اوک داریم، برچ هم که اونور یه دونه آوردم از پایین، حالا باید اونم تکثیر کنم. برای تمام سنین، برای تمام سلیقه ها میخوام آیتم فراهم کنم. بشم شوگر ددی متاکرافت. اوه من دارم به اندازه غنیم. کنار هر فارمی هم یه چست میذارم مخصوص آیتمایی که از اون فارم به دست میاد. این فکر کنم روش خیلی خوبی باشه برای دسته‌بندی آیتما. به 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 خوشگل اومد. آیتم 8 برابر کنیمون به راهه. فعلا ندادش، برو نرینی تو مزرعه ها، شتراتو جمع کنا. بیلمونم دیگه رو موته، باید با مندینگ تعمیر کنم همه اینا رو. شاپ اینچنت به راهه. سینا تو میتونی اولین مشتری فروشگاه اینچنت ما باشی. ببینید قانون جذب، من به اینچنتمنت فکر کردم. به خدا چرا به علی دروغ میگی؟ کجاست؟ سر بزنم. اولین مشتری فورچن 3 رایگان میبره. او مای گاد، فورچن 3 خیلی کاربردیه برام. منفی 150 100. هر کتاب یه دایمونده. خیلی خوبه، قابل قبوله. داریم بیزنس میکنیم بچه‌ها، کم کم جدی شد قضیه. سلام عزیزم، بعد صدات میاد. درود، چه خبره؟ بذار از فارمم بیام گوسفندا کرک. چه خبره؟ چه میکنی؟ سلامتی عزیزم. شاپ زدیم، میخوای بیا از شاپمون خرید کن. تازه زدی؟ همین الان جنسا رو آوردم توش. اف شاپ برا تو بود؟ نه نه، خونه درختیه، شبیه درخته. اومم ندیدم. تازه زدم. تازه دیروز زدیم، امروز جنس آوردیم. ایول، شاید باورت نشه، من اتفاقا ویدیو دارم میگیرم. دارم فارم میسازم، کلی فارمای عجیب غریب. البته عجیب غریب که نه، همش در کنار هم اگه ساخته بشه یه مجموعه عجیب غریبی میشه. بعد به بچه ها داشتم میگفتم که تنها گیری که این وسط دارم اینه که اینچنتمنت ندارم و دقیقا چند دقیقه بعد چست دادی که فایل فارم اینچنتمنت رو براه کردی و فارم اینچنتمنت همون لحظه براه شد. بعدش هم یه چیز دیگه براهه. چند تی میخوای واسه فارمه؟ بیشتر مندینگ میخوام، چون خیلی باید بکنم، خیلی دارم صاف میکنم محیط اطرافمو، هم برای فارمام هم برای بیسم. افیشنسی هم میخوای؟ قطعا آره آره، مندینگ و افیشنسی بیشتر میخوام. اوکی خب بیا ببر. ایولا خودت تو فارمی؟ خودم تو شاپم. قاطی کردم، انقدر دارم فارم درست میکنم. همه چی فارم میبینی. همین الان من راه میافتم بیام. بیزنس بیزنس دوستان، بیزنس بیزنس. گفتم بچه‌ها، دیدید اول ویدیو بهتون گفتم که من یکم باید تایم بذارم توی سرور، بعد روابط و کانکشن بین من و بقیه بچه‌ها به طور اتوماتیک اوکی خواهد شد. حرکت بازاری ایرانی طوری انجام دادم، به مارتین قول دادم، بعد اینجا دارم میکنم. بنده خدا سر قرار وایساده الان. اوه یه فورچن 3 رایگان میخوام بگیرم. او مای گاد، گیم یار فرصت ها رو روی هوا میزنه. چی فکر کردید؟ واقعا حال و حوصله اینچنتمنت به دست آوردن نداشتم، انصافا میخوام راستشو بگم. منم توی زندگی چطوری اینا تیر میزنن به من؟ من شیلدم بالا الان. نکنیم پیرسینگ یه چیز اینچنتمنته، والا نمیدونم. تنها گزینه به درد بخوری که میتونم بفروشمش پشم فعلا، به علاوه کابلستون. حالا اینا رو میبرم و یک کله بریم سمت شاپ. داخل پرانتز در اسرع وقت الایترا میخوام. قبل از اینکه برم اند، خیلی دوست دارم تعداد فوق العاده زیادی آرمور داشته باشم و دایمند منظورم بیشتر، که با زره فول اینچنت ندررایتی نرم، چون ممکنه نت قطع شه. الان همین اپیزودی که داشتم پلی میدادم چند جا نت قطع شد پشت صحنه، نت خودم. سرورم لگ میزنه، میترسم یهو داشته و نداشتم و توی اند ببازم. برای همین دوست ندارم با وسایل اصلیم برم تو اند. میخوام قبلش توی اوورولد حسابی برای خودم حرکات آکروباتیک زده باشم. همچین لگایی ممکنه یا منو به فاک بده توی اند، یا اصلا اگه شد همه چیزمو بخرم. میتونه یه چالش خیلی خفن باشه، اینکه بدون اینکه از اوورورلد برم تو ندر یا اند بتونم همه چیز به دست بیارم، حتی الایترا و وسایل فول ندر رایتی. I was acting. Or was I? ته اینجا رو نکنه کسی میخواد تا یک حرکت شوم و شیطانی این پیشی‌ها رو قربانی کنه. فورچن سه رایگان دارم میام. شما زامبی میبینید ولی من زامبی فلش. اوه بیزنس. مینوایل این متاکرافت اتفاقا خوب شد این سمت اومدیم، چون از این چوب جدیدا هم میخوام جمع کنم. فکر کنم شاپمون رو پیدا کردیم. به به عجب شاپ براهیه، خلاقیت موج میزنه. سلام مشتری اومده بفرمایید. او مای گاد چه خلاقیتی، چقدر زیبا. به به این چنتینگ تیبل هم گذاشتید که این دیگه اشانتیون استفاده کنن. آره خیلی ممنونم قربون، چقدر خوشحال شدم شما رو دیدم. دیگه چه خبر؟ سینا با هلمت دایموندی. سیگنیچر منه. من کلا توی بی‌بضاعت ترین شرایط هم باید هلمت دایموندی داشته باشم که بالاخره در جریان سوتی هستی یا نه. اون که دیگه کل کامیونیتی ماینکرافت میدونن. کاش حداقل نمیدونستی توضیح میدادم، اینطوری دردش کمتر بود. نه واسه همین گفتم دایموندی، هلمت دایموندی سر تا پا آهنی. من وقتی که شاپ کوچک خودمو ساختم فکر کنم شاپ اینجا وجود خارجی نداشت، ولی سریع آوردی بالا و فکر کنم الان خفن ترین شاپ تو بازی باشی. نه پایرو بهتره. پایرو ندیدی شاپشو؟ خیلی خوشگله. اونم تازه زده؟ نه اون اولین شاپ بود، همون که روباه بود. نه بالای کوهه. کوه پشتش به طرف ما است، باید بری اون طرف میبینی. خیلی ندیده بودم من، فقط شاپایی که این پایین بوده رو دیدم. الایترا میفروشه با راکت. شت من اتفاقا تو راکت داشتم میومدم، داشتم با بچه‌ها حرف میزدم راجع به الایترا. من که چقدر پاره ام اگه بدون الایترا بخوام مسیرم رو ادامه بدم. خودم برنامه دارم بدون اینکه برم ندر و اند فول ندر رایتیشم و شالکر باکس و اینجور چیزا رو بتونم به دست بیارم. همه چیز با استفاده از ترید. ندرای تو یعنی چجوری میخوای اینجا به دست بیاری؟ نمیشه که. فقط میخوام ترید کنم با بچه با استفاده از بیزنس. پس برنامه های بزرگی داری. دقیقاً چالش درست کردم برای خودم و قضیه رو برای خودم جذاب کردم. حداقل دایموندی میگفتی چون ندرایت خیلی دیگه زحمت میشه، خیلی هم گرون میشه. فکر کنم برای اینکه بتونم آیتم ندرایتی بخرم خیلی دایموند نیاز دارم. آره کلی پولش میشه. ولی فعلا من دایموندی اینجا دارم، میتونم هر کدومو یه دایموند بهت بفروشم. نه این که خیرات میشه. نه قیمتش همینه. وات چجوری قیمتش همینه؟ بیا اینجا بخور. جدا با ترید به دست آوردی؟ آره هر کدومو یه امرالد میخرم. آهان ویلجر درمان کردی. آره اینو تو کامنت ها هم بچه‌ها بهم گفته بودن مثلا این ایده رو داده بودن، ولی خودم راستش بخوام بگم حال و حوصله نداشتم که برم ویلجر پیدا کنم و درمان کنم و اینجور چیزا. ترجیح میدادم که فارم چوب و فارمای خیلی ساده و بیسیک درست کنم تا اینکه بیفتم دنبال این کارا. فعلا خیلی تو فاز کمبت و درگیری و چک و چککاری نیستم، برای همین فکر نکنم خیلی لازمم بشه آرمور و اینجور چیزا. بیشتر دنبال اینچنتمنتن. آره راست به نظرم این چند بخر اول بهتره. به عنوان اولین خریدار شاپمون میخوام 2 تا آیتم مجانی بهت بدم. درود به مرام، درود به عظمتت، درود. یه دونه بود که ای بابا، یه دونه کرس اف ونیشینگ مجانی. من اینونتوریم پره. من برم یه دقیقه تو شاپم آیتمامو خالی کنم، 2 سوت برمیگردم همین الان. یس 2 تا آیتم رایگان. بیزنس کابلستونا رو همه رو خالی کنم. اینجا کسی خرید نکرده نه متاسفانه. پشمارم خالی کنم، اینا رو میذارم پایین. قاعدتا خود بچه‌ها میفهمن این استکایی که کامل نیست و نباید بخرن، اگه بخرن که خب به نفع منه و قاعدتا نمیخرن. و یه استک دیگه هم چوب بذارم که کسی خواست 2 استک بخره. الان میخوام برم با استفاده از دایموند هایی که از ترید به دست آوردم آیتم بخرم، یعنی میخوام چوب رو به عبارتی تبدیل کنم به اینچنتمنت. I'm back. Game Yard is back. اینونتوریت خالی شد؟ آره تقریبا. آره یه مقدار پشم دارم فقط با چوب اگه به کارت اومد اونور هست. چوب خریدم از شاپت فکر کنم یه بار. او مای گاد تو خریده بودی ازم؟ 2 استک چیز خریدم. جیزس کرایست شرمنده. فقط من قیمتشو ارزون کردم امیدوارم منو ببخش. ارزون تر شده. همون موقع هم ارزون بود چون چوب به دست آوردن زحمته. از کاری که من میکنم بیشتر وقت میبره. بیزینس. دقیقاً اصلا تایتل ویدیو همینه. توی راه که داشتم میومدم اینجا داشتم به تایتل این ویدیو فکر می‌کردم، میخوام بذارم بیزنس. حذفی هم بذارم رو تامنیل دوستمونو. چرخه اقتصاد دیگه. بفرما. اولین دست شما درد نکنه. اومد ببینم آیتم مجانی میبره. شت یه افیشنسی 5. قلب مهربونی داری، چون که فکر کنم باید حرف زدم فهمیدی که افیشنسی نیاز دارم. آره دیگه افیشنسی همه نیاز دارن. من فقط دو تا مندینگ الان خیلی به شدت نیاز دارم که اینم تقدیم شما. ترتیب حروف الف باس اینجا زدم. الفبت اینجوری میاد. قشنگ کار اصولی یک بیزنس ورلد کلاس و جهانی ران کردی اینجا. بردارم خودم؟ آره بردار. مندینگ شاید نداشته باشم. دارم. نه هست، دو تا هست. اول ویدیو هم به بچه‌ها گفتم میخوام به اولین کسی که از شاپم خرید کرده کد تخفیف بدم. که تو بودی. پیدا شد. الان کد من چیه؟ کد تخفیف که نه، حالا کد تخفیف نداریم متاسفانه، ولی شاپم که پر شد نمیدونم یه چیزی معادل کد تخفیف. منم آیتم پیشکش میارم تقدیمت میکنم به عنوان اولین کسی که از شاپ گیم یار خرید کردی. فعلا دستم خالیه نمیتونم آیتمی چیزی بدم. من منتظر میمونم هر وقت کد تخفیف فعال شد بده به من. ببین آنبریکینگ هم میخوای؟ آنبریکینگ هم بهت بدم. آنبریکینگ میخوام ولی خب چیزی ندارم فعلا. خب میتونی بعداً پولشو بدی. اینو قرضی میدم بهت. بعداً میام خرید میکنم از شاپ. آره. پول نمیدم بهت. آره این خوبه. ببین این دوتا واسه تو. ایول. ولی این دیگه رایگان نیست. اینو بعداً پولشو میگیرم. بذار من دفتر بیارم. دفترم اینو من باید یادداشت کنم اینجا. دفتر قرضیا رو بذارم. نرم افزار حسابداری هلو من دارم، جدا از شوخی تو دنیای واقعی یه دونه هلو هم باید برای چیز بگیرم، نرم افزار حسابداری برای متاکرافت از این بعد به راه کنم، ولی تو ذهنم میمونه. اصلا خودت تو ذهنت بمونه دیگه. من همینطوری که شاپمو پر کردم یا میام خود دایموندو به تحویل میدم، یا اینکه اگه خواستی خودت از شاپم بردار و تو خبرشو بهت میدم اگه برداشت. آره ولی خیلی قشنگه، خیلی خلاقانه است شاپت. شاپمو یه بازگشت به عقب دادم به سری هاردکورم. یه خونه توی هاردکورم داشتم همیشگی با برگای سبز، بعد تو آپدیت 1.20 که برگای صورتی اومده دیگه اومدم همینو با صورتی ساختم. اینورم آرمور داری و یادم باشه حتما آرمورم بیام ازت بخرم اگه خواستم درست کنم. آره دیگه چون خودت کرافت کنی خیلی گرونتر پاد در میاد. آره الان که همچین چیزی رو تو درست کردی به راه کردی خیلی احمقانه است. حتی بهتره برم یکم دایموند ماین کنم شاید. آره میتونی دایموند ماین کنی. تو ارتفاع -59 استریپ ماینینگ کن. من یه نیم ساعت استریپ ماینینگ کردم یه استک گیرم اومد دایموند. راست میگم من خیلی وقت استریپ ماینینگ نکردم. مثلا تو آنلاین که کلا فکر کنم استریپ ماینینگ نکردم تو ماینکرافت آنلاین، ولی حتما امتحانش میکنم. استریپ ماینینگ 1 در 1 برو خیلی بهتره. 1 در 1 چطوری میشه؟ تا حالا نیده بودم 1 در 1. اینجوری What the hell؟ اینجوری برو پشمام این چه حرکتی بود؟ تو نیده بودم چه چیزی. بعد یه چیز دیگه اگه بگم F3 بزن. F3 اویس آن چانک بوردرا تو مرز چانک برو. دقیقاً تو مرز چانک برو 1 در 1. بعد هر 5 بلاک یه بار سمت راست و چپ تو هم نگاه کن. او ببخشید سمت چپ و راست تو هم نگاه کن. اینجوری خیلی بیشتر. حالا خودت هم میدونی خودت واردی، ولی تو مرز چانک اگه بری خیلی بهتره، بیشتر گیرت میاد. من راستشو بخوام بگم اینو شنیده بودم ولی نمیدونستم واقعیت داره. آره همین این طرفو بکنی این طرف هم بکنی خیلی خوبه. من همینجوری رفتم نیم ساعت مان کردم یه استک. من خودم برگام اولین بار بودم شکاری کردم. دمت هم گرم. پیامی با بچهای توی خونه نداری؟ از ماتریکس خارج بشی. او مای گاد. سرمو بکوبم به لبه این چیزیه اینجا. پس میبینم من برم فارمامو به راه کنم. بدهکارم الان. من فردا میام با مأمور با پیلجر اومدیدم به بیسه. من فقط 100 روز ماینکرافتی بهت فرصت نه گریت. میبینمت پس مزاحمت هم نمیشم و همچنین قربونت عزیزم مراهیم. سیو نکست تایم میبینمت. من تو سرورم هستم اگه چیزی بود چتمتا رو من دائم حواسم هست. اوکیه میبینم هستم هم فعلا. سیو نکست تایم فعلا. بای بای فعلا خدافظ. بیزنس این قرارمون نبود ولی رفتم زیر بار بدهی. ولی دوستان همه شرکت های بزرگ، همه ارگانیزیشن ها میرن وامای سنگین میگیرن. اگه برید در عالم بیزنس که کاملا با زندگی نرمال و سوبر ماتریکسی اعضای تشکیل دهنده ماتریکس فرق میکنه، میبینید که بدهی داشتن یک چیز کاملا طبیعیه و همه بیزنس ها بدهی دارن. پس الان یه دونه فورچن 3 افیشنسی 5 دارم که هدیه بود از طرف مارتین به عنوان اولین کسی که از شاپش خرید کردم. 2 تا مندینگ خریدم و 2 تا آنبریکینگ هم در اصل خریدم ولی بدهکارم، باید به ازاش اتفاقی بعد جور. برای این 2 تا چست عقبی هم میزنم هر ردیف 1 دایموند. شاید کسی به کارش اومد چون اصلا عدد کمی نیست. 9 6 تا 54 تا 586 تا فکر کنم کابلستون بشه هر ردیف. فکر میکنم خیلی خوب باشه که کلنگمو خیلی قوی کنم، تبدیلش کنم به یک کلنگ افیشنسی 5 آن بریکینگ مندینگ داره. آره خلاصه به به یه کلنگ خیلی خفن داشته باشم و اون کلنگ تبدیل میشه به کلید من برای بیزنس بیشتر و قویتر توی متاکرافت، چون باش میتونم خیلی راحت و سریع دایمند به دست بیارم و با اون دایمندا دیگه قضیه به راهه. پشمین دوستمون رو من زدم. فکر کنم کسایی که تو متاکرافت نیستن بعد مدت آنلاینشن برینن به خودشون از اینکه گوسفندا پشم ندارن. شاید فکر کنم باگ خورده، ولی دوستان اگه این ویدیو رو میبینید پشما رو من تو راه کندم همینطوری که قدم میزنم. همینطوری هم که میریم جلوتر مارکت و بازار متاکرافت داره میاد دستم. برای کسی که زامبی ویلیجرها رو درمان کرده، چیزایی که از ترید با ویلیجرها به دست میاد خیلی کم هزینه در نهایت در میاد. مطلب حقی بود. آرمور دایموندی با یه امرالد براشون به دست میاد. فقط اون سختی اولیه رو داره برای بچه‌هایی که فارم اینچنتمنت میزنن یا فارم هایی میزنن که با امرالد تامین میشه موادش، ولی چیزای دیگه مثل چوب شاید حتی خیلی با ارزشتر باشه توی سرور بعد یه مدتی، چون کندنشون نیازمند تلاش مستقیمه، اینکه خود تبر بگیری دست چوب جمع کنی. منظورم اینه که برای بچه‌هایی که فارم اینچنتمنت و فارمای ویلجری دارن به دست آوردن 2 تا استک چوب میتونه خیلی وقتگیرتر و زمان برتر باشه تا به دست آوردن اینچنتمنت یا زره های دایموندی یا شاید حتی آیتم های دایموندی، چون خیلی از ویلجرها هم آیتم دایموندی میفروشن. بذار من یه صحبتی بگم. من اگر از خودم تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. امیدوارم که اصلا رشد کنه این درخت توی اقلیم من. از نظر چوب فقط یه دونه دارک اوک میخوایم و چوب درخت جنگل. چیز دیگه میمونه بعید بدونم. یکی دیگه از درس هایی که امروز گرفتم اینه که حتما همیشه باید تخت همراه باشه، چون ممکنه بچه ها لفت بدن و کسی نباشه که بخوابه. I'm back. The king is in the house. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion that's ever been. بذارید این پیکاکسی رو بردارم که سالم تره، یه ریزه دیوریبلیتیش بیشتر از بقیه دوستان. نان 1 عدد. اگه بچه ها شالکر باکس هم بفروشن دیگه عالی میشه. صرفاً 2-3 تا از این درخت‌ها میکارم. حاج آقا بیا اینجا قوت قالبش رو هم برداره. الان همه چیز افتاده روی یک روالی و تازه از اینجا به بعد سرعت پیشرفت من چشمگیر و قابل توجه خواهد شد. غذا هم شاید بفروشم، نمیدونم. نمیگم برای شما کاری میکنم چون یه دروغ بزرگه. من قدرت طلبم. الان اینجا اومدم، وقت گذاشتم برای ارضا کردن حس درونی قدرت طلبی خودم اینجا اومدم. شاید یک سری از بچه‌ها مثل سیزن پیش من به علت گشادی مفرط حال و حوصله نداشته باشن که غذا درست کنن برای خودشون، یا شاید تایمشون نداشته باشن، براشون بصرفه تر باشه که بخرن. انویل 1 عدد میذاریم همین بغل. مندینگ و آمبرکینگ اینوری میکنیم. 2 تا XP میخواد. سوزی ندم، فقط یه مندینگ آمبرکینگ. اینم میشه فورچن افیشنسی و حالا این 2 تا 7 تا XP میخواد و بخوایم به کلنگمون بزنیم 19 تا که ملالی نیست. سری آیتم اینا جمع میکنیم به راه میشه. الان ویت دارم برای تکثیر کردن دوستان. از اینجا هم کلی XP به دست میاریم. الان وقتی که آیتما رو به دست میارم و تو سرور میذارم برای فروش، یه جورایی تبدیل میشه به پسیو اینکام از اونجا به بعدش، یعنی نیازی به اکتیویتی و فعالیت من نیست. من همه آیتما رو گذاشتم توی مغازه آماده فروش و چون سرور آنلاینه بچه‌ها خودشون دسترسی دارن و من اولین درآمد عمرم رو مدیون ماینکرافت هستم و به طور پسیو اینکام به دستش آوردم از فروختن اکانت ماینکرافت، که شاید قدیمیایی که چنل رو دنبال میکنن یادشون بیاد اون موقعی که حتی چنل یوتیوبم مانیتایز نبود، برای دل خودم لله و لرسوله توی یوتیوب ویدیو میذاشتم و اصلا راستشو بخوام بگم احتمالم نمیدادم که شاید یه روزی مانیتایزیشن یوتیوب فعال بشه، از ایران بهش پول در آورد از یوتیوب. میشستم خونه اکانتا فروش میرفت و به راه بود داستان. دان 19 شدیم. ناموس اینچنتمنت. اوه بذار نه یا چاقال یه دقیقه. نه میخوام یه حرکت خفن انجام بدم. اوه کلنگم تعمیر شد. دمتون گرم که این اپیزود رو هم تا انتها تماشا کردید. این درخت‌ها برشی در نیومدن، امیدوارم در بیان اینجا. این اپیزود یه قدم خیلی بزرگ بود برای برنامه‌هایی که دارم در متاکرافت. در نهایت همه چی خیلی بهتر از اونی که انتظارش رو داشتم پیش رفت. اطلاعات خیلی خوبی هم از مارتین گرفتم در مورد اتفاقاتی که تو سرور افتاده و همین. ویدیوهای بعدی می‌بینمتون.